ساب گایز، چطورید بچه ها؟ خیلی خیلی خوش اومدید به ویدیوی امشبمون. امشب و توی این ویدیو با همدیگه یه قسمت دیگه از سری ویدیوهای آنباکسینگ های فوق العاده گرون، اسپانسر نشده، زیقی و مسخره و یوزلس رو داریم. هدف از این ویدیوها اینه که ما توی هر ویدیو یک برند ایرانی رو کاملا اتفاقی و بدون اینکه خود اون برند بدونه معرفی کنیم. اگه خوب بود شما برید بخرید، اگرم ممکنه بعضی وقتا بد باشه برند بگیم نخرید. علت این که من این کار دارم میکنم اینه که من قبلنها که مکبانگر بودم برام خیلی پیش اومده که من اسپانسر دارم توی ویدیو، برای من میفرستن محصولشون رو و خیلی خوشگل درست کنن، چون برای منی که دارم معرفی میکنم اومد همه چی اوکی و درجه که، ولی وقتی شما میخواید برید سفارش بدید دیگه به اون خوبی نیستش. چی میگی؟ این باعث شده که من اصلا دلم نخواد که اون برند بدونه که محصولی که داره برام میفرسته قراره تو ویدیو نمایش داده بشه. کاملا مثل یه مشتری عادی میرم سفارش میدم محصولاتشون، میام اینجا باز میکنیم ببینیم که آیا اگه شما به عنوان مشتری برید سفارش بدید چه جوریه، برند خوبه یا نه. تا الان که هرچی آنباکسینگ کردیم خوب بود، امروز هم توی این ویدیو میخوام بهتون یه برند دیگر رو معرفی کنیم. بچه‌ها من مردم انقدر خرید کردم، چون میخوام که همه محصولاتشون رو امتحان کنم. مثلا 2 میلیون خرید میکنم، الان یک و خورده خرید کردیم. تو رو خدا این سری ویدیوها رو حداقل حمایت کنید. چشم. نه ولی اشکال نداره، برندایی که خوب باشن واقعا لیاقتشو دارن. بچه‌ها این سری ویدیوها قرار بود با الهام باشه، ولی خب الهام دیگه مهاجرت کرد به شمال. ادیتور الهامو اینجا بر من در بیار. هلو. بریم که ببینیم چه برندی رو امروز میخوام بهتون معرفی کنم. خودم چقدر ذوق دارم برای این بسته. برای اولین بار تو این سری ویدیوها خوراکی انتخاب کردیم. اسم این برند اکسیر هستش. حالا چه خوراکی درست میکنم؟ مسئله اینجاست. آقا میگن این میان وعده فضانوردا، چیزی که تو پیجشون میگن فضانوردا از این میخورن، با این خیلی خفنه، با این خیلی خوشمزه است. ما هم سفارش دادیم که ببینیم چی به چیه. بریم سر اصل مطلب. بریم. نری. خب خیلی هیجان دارم آقا، خیلی 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 زیاد. واو. خب الان بهتون میگم اینا چیه. بیل بیل. بذارید اول با این بسته شروع کنم. روشم نوشته که از فضا برگشته. اینجاش نوشته. این بچه‌ها بستنی خشکه. تو مکبانگای کره‌ای شاید دیده باشی. بستنی رو میگیرن، خشکش میکنن و کاملا الان میتونی تو فضای مثلا دمای اتاق نگه داری، دیگه لازم نیست که سرد باشه. این شکلیه بسته بندیشون، چقدر خوشگله. 4 تا طعمشو گرفتم، شکلات و قهوه و انبه و وانیل. این شکلاتشه، مثل بیسکویت میشه دیگه، کاملا مثل بیسکویت میشه، میتونید بزنید عشق و حال و صفا. خدایی بسته بندیشون خیلی بهداشتیه. اوکی، بوش خداست، بوی بستنی میده کاملا. چقدر تکسچرش عجیبه، چقدر عجیب. پشمام کامل مزه بستنی میده. چقدر خوشمزه است. مزه بستنی میده که سرد نباشه دیگه. خیلی خوشمزه بود. این شکلاتیش بود بچه‌ها. انبه. واو، کامل بوی انبه میده. اینم طعمش خودست، منطقه اون شکلاتیه بهتر بود. خیلی خوبه، خیلی جدی میگم، آفرین. مخصوصا از پکیجینگشون هم خیلی خوشم. من پکیجینگ واقعا برام مهمه. یکی بستنی خوشبام افتاد. عشقم از وانیلی زیاد دوست ندارم، ولی خب نه، بستنی وانیلی بهتر، چون من بستنی وانیلی دوست ندارم. بهتره، مزه کره‌ای داره. اینو برداری بخورم بچه. قانون 27 ثانیه بچه. ولی خیلی شیرین تر از بستنیه به نظرم. قهوه. اصلا با طعم قهوه که من دیگه اصلا دوست ندارم. من خواستم طالبی و توت فرنگی سفارش بدم به جای قهوه و وانیل، ولی نداشتن. اصلا از این خوشم نمیاد. قهوه به نظرم باید تلخ باشه. طعم قهوه که شیرین باشه ازش متنفرم. که قهوه دوست ندارم، بستنی قهوه دوست ندارم. کلا قهوه که شیرین باشه دوست ندارم.
واقعا دوستش نداشتم. بچه ها چه چیز خفنی بود بستنی خوش برام. از محصولات دیگه اکسیر میوه خشکه. اکسیر مدعیه، من نمیدونم، به خود من نخورم حالا، که میوه خشکشون ما خیلی فرق داره، زار برابر با میوه خشکه مثلا اونایی که عادی هم خشک میکنن پلاستیکی میشه فرق داره، مال ما خیلی خفنه، بیساله، فلانه، چنانه. و این دیگه فضا برگشته نیست که میوه خشکم میبرن فضا. الان میخوام امتحان کنم ببینیم چه جوریه. کیوی نسبت به چیزی که تو ویدیوهاشون دیدم، این به نظرم کیفیتش پایین تره از روی قیافه. شاید مزدش رو بخورم خوب باشه، یعنی تو ویدیوهاشون خیلی وسوسه برانگیزه. ببینم خدایی راست میگن نسبت به کیوی خوش، کیوی خوش اصلا بافتی نداره، میبینید این الان کاملا بافتش این بافت کیویه. واقعا فرق داره با میوه خشک معمولی. خب من کیوی زیاد دوست میخوام، همه چیزایی که دوست ندارم و سفارش داده باشم. آقا نداشت مثلا، من خواستم موز خشک سفارش بدم نداشتم. این ایراد اکسیره ها، این ایرادو اگه اکسیر ویدیو ما دید این ایرادو برطرف کنید، یعنی چی که محصولاتتون موجود نیست. و من گفتم مثلا خب باشه، من مثلا یه وقتی دیگه سفارش نگفت نه معلوم نیست کی هم موجود بشه. الان من موز خشک میخواستم، بستنی طالبی میخواستم، بستنی توت فرنگی کی پاسخگوه؟ سیب. سیب خشک بچه دیگه خداییش این بافتو نداره ها، خدایی سیب خشک عادی حرام. طعمش هم بی‌نظیره و وقتی تو کامل داری میبینی اینجوری امکان نداره که میوه بیکیفیت بتونن استفاده کنن، چون تو داری میبینی بافته میبره. ولی وقتی که حلقه حلقه های نازک میکنن خشک هم میشه، نازکتر هم میشه، تو اصلا مثلا این بیکیفیت اگه بوده باشه از کجا میخوای بفهمی؟ سیبه رو دوست داشتم، یه بوی میده نمیدونم مال دستاشونه، ولی خوب بود. نه خوب بود. پرتقاله تو سرخ، چه حال میده این کار. اوه چه بوی خوبی میده بچه ها، پرتقالش خدایی خداستا، باید پوست میخورن پرتقال خوشبو. نمیدونم این فیوریت منه تا اینجا، خیلی خوشمزه است. اون بوهرم نمیده، اون بوه رو سیرش میداد. دوست داشتم، خوشمزه بود، ترش بود یکم و تلخی پوست پرتقال رو کامل گرفته بودن، اصلا تلخ نبود. فیوریت هم گذاشتم برای آخر بچه ها تو فرنگی خود. بیل بیل وای، آخرین چیزیه که اینجوری دارم باز میکنم، میخوام بازم. چرا این چکی باشد؟ این بیل بیلش به این چسبیده بود. اوه بوش بوش خداست. میدین چه شکلیه؟ یه خورده پفکی ماننده، مثلا تو مثلا انتظار نداری امنی به خوش، انتظار داری که پلاستیکی باشه، نرم باشه، مثلا انقدر خورد نباشه. این تردی دیدی کندی مثل لباشت، این اصلا اون حالت نداری پودر میشه. و به نظر من این گزینه خوبه و توت فرنگیش هم همینه، میبینی مثلا تو میتونی کیفیت توت فرنگی رو ببینی که خوب بوده یا خوب نبوده. واقعا از اکسیر ناراحتم که بستنی توت فرنگیش موجود نبوده، که بعض زندگی رو درست کردی برای ما. نداریم بستنی توت فرنگی، بستنی طالبی موجود نباشه نداریم همچین چیزی ها. موجود کن برام بفرست رو خدا، کمرم شکست، محصولاتشون گرونه یه ذره. خب یه محصول دیگه اکسیر بچه‌ها، این بادوم زمین روکشدارا است که من از اینا خیلی دوست دارم. یه طعمای عجیبی داره، طعم پیاز جعفری داره این سبز. اینو من ندیدم بیرون هستش، اگه بهم بگید من ندیدم جایی. ای آخ چون یه دونه دیگه اینا دارم، تو رو خدا به اون بیل بیلت نشسته باش. هی آخ چون هی خیلی عالی میده. اوه چه بوی خوبی میده. این کچاپ بود، انتظار داشتم اون لایه‌ای که روی بادوم زمینیه نرم‌تر باشه. من که انتظار صرف بودم شده داشتم خوب بود. روی همه محصولاتشون فقط این دو سایز رو موجود دارن، سایز بزرگ و سایز متوسط، کلا سایز دیگه‌ای ندارن. چون ارزون‌تر بودش ما سایز بزرگش رو جمع نمی‌رسید. نم دوست دارم، خوبه. کاش که لایه رویش یکم نرم‌تر بود، ولی خوبه. خدایی خیلی خیلی شیک و تر و تمیز و اوکیه. مثلا این میوه خشکش خیلی میاوده های سالمیه، مثلا روغن و مواد افسودنی و مواد نگهدارنده میگن که نداره، ما فقط خشکش میکنیم. بر همین به نظرم که خوبه آدم اینا بگیره بخوره. بستنی خشکش صرفا جهت امتحان کردن به نظرم خوبه. یه دونه دیگه این شکلاتی هم میخوام راست شاید بخوام بهتون بگم. بوش خداست بچه، قشنگ بافت بستنی رو میبینید، میبینید کامل بستنیه.
خدا خیلی خوشمزه است. پیشنهاد من یه دونه شکلاتی بزرگش رو بگیرید اینجوری. خیلی خوشمزه. به برند اکسیر کلن مجموعاً 8 میدم از 10. به نظرم خیلی برند اوکی بود. ایشالله که این ویدیو کمکی بکنه به بیزنسشون، چون واقعا راضی بودم از مخصوصا پکیجینگشون، خیلی شیک و ترتمیز و درست حسابی. خب بچه ها اینم از این، نم از این ویدیو. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا تماشا کردید. لایک و سابسکرایب برای حمایت از من فراموش نشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و برید خرید کنید، لذتشو ببرید. نمیدونم شما اگه خرید کردید یا بعدن که خرید کردید تجربیتتون تو کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. همین دیگه، خیلی دوستتون دارم و تا یک ویدیو دیگه با سبا سوین. خدا نگهدار.